ای کاش که در روی زمین جنگ نمی بود، در کارگاه شیشه‌گری سنگ نمی بود. دنیا همه را هتکده می گشت، بشر را گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آوار زمین تنگ نمی شد، گر دیده خودبین فلک تنگ نمی بود. این شعر قسمتی از شعر شاعر شیرین سخن و عارف نام‌آور کشور شادروان حیدری وجودی بود که خبر در گذشت او در رسانه‌ها بازتاب یافت. حیدری وجودی شاعر نامدار افغانستان در گذشت. حیدری وجودی شاعر و عارف نامدار افغانستان در 81 سالگی در کابل در گذشت. غلام حیدر متخلص به حیدری وجودی از چند روز به این سود در بستر بیماری بود و خبر احتمال مبتلا شدن او به ویروس کرونا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. حیدری وجودی مخاطبان زیادی در میان اهل تصوف و حتی اهل سیاست افغانستان داشت و غزل‌هایش در میان گروهی که خود را مریدان او می‌دانند دارای مقبولیت و محبوبیت ویژه است. با پگا پلس باشید تا از جزئیات مرگ و از زندگی پربار او مطلع شوید. به نام و یاد خدا، بینندگان عزیز چینل پگا پلس را سلام. با امیدین که همگی شما سرشار از خوشی و سرور باشید، شما را با یک ویدیوی جدید از عارف نام‌آور کشور و شاعر شیرین سخن شادروان حیدری وجودی که عمر پربارش را پیوسته وقف شعر و نوشتن کتاب نموده و از تراوشات قلم و از تراوت ذهن عرفانیش برای نسل فردا مایه گذاشت جلب میکنم. امید که این ویدیو طرف توجه شما قرار گیرد. لطفاً لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن چینل را فراموش نکنید. حیدری وجودی شاعر و عارف نامدار افغانستان در 81 سالگی در کابل درگذشت. غلام حیدر متخلص به حیدری وجودی از چند روز به این سو در بستر بیماری بود و خبر احتمال مبتلا شدن او به ویروس کرونا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. حیدری وجودی مخاطبان زیادی در میان اهل تصوف و حتی اهل سیاست افغانستان داشت و غزل‌هایش در میان گروهی که خود را مریدان او می‌دانند دارای مقبولیت و محبوبیت ویژه است. حیدری وجودی خود را از پیروان عارفان بزرگ پیشین می‌دانست و زندگی خود را وقف سلوک عارفانه کرده بود. او گفته بود در 12 سالگی با مشاهده چیزی در رویا که آن را یک شیء که همه چیز را در بر می‌گرفت تعریف می‌کند. احوالش دیگرگون شد و این مصاب بر زبانش جاری گشت: چی بودی، رو نمودی، دل نبودی، بیدلم کردی. پس از آن رویا او خود را میان هوشیاری و جنون معلق یافت، چنان که قادر نبود بیشتر از صنف کلاس ششم درس بخواند. ملاقات با عشقری. 4 سال بعد در 16 سالگی زادگاه خود پنشیر را ترک گفت و با کابل آمد، شهری که تا پایان عمر در آن ماند. در این شهر با صوفی غلام نبی عشقری آشنا شد، با شایق جمال، استاد عبدالحق بیتاب و مولانا خستن شست و برخاست کرد. شعرهایش در روزنامه ها منتشر شدند، در قالب کتاب چاپ شدند و او رفته رفته عنوان نجم العرفا یافت و تابوت از حلقه اخلاصمندان و مجذوبان بیرون نرفت. او از تأثیری که صحبت صوفی عشقری بر او داشته همواره سخن می گفت. در ابتدای شاعری اشعار خود را به عشقری می خوانده، اما آن صوفی تاریک دنیا میل به دیدن عیب در کار شاعران نداشته است. یک عمر در یک شغل. حیدری وجودی پس از پایان دوره سربازی که 6 سال را در بر گرفت، در سال 1343 وارد کار اداری برای دولت شد. کمتر از 6 ماه به عنوان محرر در انجمن شعرای افغانستان کار کرد. آن انجمن که 14 عضو، 7 پشتو زبان و 7 فارسی زبان داشت، در مدت کوتاه به دلیل اختلاف نظرهای عمیق اعضا فرو پاشید. حیدری وجودی در همان سال به عنوان مسئول بخش مجلات و روزنامه ها در کتابخانه عامه کابل به کار گماشته شد.
شغلی که تا پایان عمر آن را رها نکرد. در افغانستان ماموران حکومت در 65 سالگی بازنشسته می شوند. وقتی که از کار بازنشسته شد، نامه با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نوشت و در آن نامه از انس و الفت 50 ساله با در و دیوار محل کار خود حکایت کرد. بنویشت که حتی حاضر است بدون دریافت حقوق و امتیاز با کار در کتابخانه ادامه دهد. آقای کرزی این پیشنهاد را پذیرفت و با صدور حکم پرداخت حقوق مقرر و ابقا در کار را برای دائمی ساخت. خلوت گزینی در کودکی. حیدری وجودی در سال 1318 خورشیدی در ولسوالی روخه در ولایت پنشیر زاده شد. در آن سالها در پنشیر و ولایت اطراف آن درس در مدارس دولتی تنها تا صنف ششم در تدریس می شد و شاگردان که مایل به ادامه درس بودند می بایست به کابل بروند. اما حیدری وجودی که پس از آن رویا یارای ادامه درس را در خود نمی دید، برای مدت نزدیک به 4 سال عزلت و خاموشی اختیار کرد و به قول خودش در تمام این مدت ساعات اولیه روزها را بر فراز بلندترین تپه روستا که در برابر منزلشان واقع شده بود به تنهایی می گذراند. او از آنجا خاموشانه به چشم اندازهای دور نظر می دوخت. خلوت نشینی و خاموشی او را به سوی سخن موزون کشانید و از او غزل سرای ساخت که تا پایان عمر دست از قلم نگرفت. از حیدری وجودی در بیشتر از 60 سال خلاقیت ادبیش 15 عنوان کتاب شعر به همراه چندین اثر پژوهشی منتشر شده که برخی از آثار 2 تا 6 بار هم چاپ شدند. مرجع چاپ تمام این کتاب ها کابل بوده است. آثار حیدری وجودی: عشق و جوانی، راهنمایی منظوم 5 شعر، نقش امید، با لحظه های سبز بهار، سال در مدار نور، سایه معرفت، سوار سبز صدا، میقات تغزل، غربت مهتاب، لحظه های در آب و آتش، آوای کبود، ارغنون عشق، شکوه قامت مقاومت، رباعیات و دوبیتی ها، دیوان حیدری وجودی. حیدری وجودی در یادداشتی در ابتدای دیوان خود از حمایت‌های مالی محمد یونس قانونی، یکی از چهره‌های برجسته سیاسی، برای انتشار آثارش تشکر کرده و او را دانشمند روزگار نامیده است. شارح مثنوی معنوی. حیدری وجودی از سال 1368 برای مدت 16 سال در مجالسی که هر هفته 2 بار در کابل برگزار می‌شد، سراسر مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی را شرح کرد. نسخه صوتی مجالس شرح مثنوی ها را در اختیار نزدیکان بایست. این شاعر عارف که در 81 سالگی در کابل درگذشت، هدف خودش را از شاعری را تلاش برای رهایی جوانان از دام خود بیگانگی می دانست و می گفت هر یکی از ما مسلمانان رسالت وجدانی داریم که با وسایل ممکنه در حد توان خیش در راه تنویر اذهان مردم، بخصوص جوانان روزگار و نسل‌های آینده، و نجات ایشان از خطر از خود بیگانگی اهتمام بورزیم و نگذاریم که نسل‌های آینده ما اسیر دام‌های فریبای دشمنان اسلام شود. از حنجره آوازخوانان. شماری از اشعار حیدری وجودی را آوازخوانان معروف با آهنگ اجرا کردند. غزل با مطلع: دیشب چمنی بخواب دیدم، یک دشت گل گلاب دیدم. با اجرای رحیم مهریار و پرستو در سالهای حاکمیت دکتر نجیب الله بسیار بر سر زبانها افتاد. فرهاد دریا نیز با اجرای آهنگ بر غزل گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، موج دریاه نگاه تو خوشم می آید، به فراگیرتر شدن شهرت این شاعر عارف کمک کرد. حیدری وجودی در سراسر عمر خود عزلت گزید و هرگز برای مقام و منصب و شهرت در کسی را نکفت و در سرزمینی که پاک دامن ماندن از آلودگی های بسیار، اگر نه ناممکن، بسیار دشوار بوده است، با مناعت تب و فقر زندگی کرد. تشکر از حوصله مندی شما که ویدیوهای ما را تعقیب می کنید. منتظر پیشنهادات و نظرات سالمتان غرض بهبود چینل در کامنت ها هستیم.
تا ویدیوی بعدی، خداوند یار و نگهدارتان باد و روح شادروان حیدری وجودین شاد و راهش همواره پر راه رو باد.